سلام وقتتون بخیر امیدوارم هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوب 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 باشه خیلی خوش آمدید به بربال ملائک امروز خیلی از ماها وقتی که قرار هستش به توصیه پیشوایان خودمون عمل بکنیم و یا واجبی به گردنمون هستش و باید بهش عمل بکنیم سست انصر میشیم و برای انجام دادنش امروز و فردا میکنیم و بیتار رو فرض بکنم خیلی اوقات تلاش میکنیم که از زیر انجام دادنش و از زیر این مسئولیت فرار بکنیم چقدر خوبه که توجه بکنیم به زندگی انسانهای بزرگ و تأثیرگذار و سعی بکنیم خودمون رو به این اشخاص نزدیک بکنیم یعنی ازشون الگو بگیریم حضرت ابراهیم علی نبی و آلهی و علیه السلام وقتی که خدای تبارک و تعالی به او دستور داد امر نمود که فرزند خودت رو قربانی کن یک لحظه شک نکرد و چاقو رو برداشت تا سر جگرگوشه خودش اسماعیل علیه السلام رو ببر و لحظه با خدا اصطلاحا چونه نزد و نخواست که از زیر بار این مسئولیت و این امر که خیلی هم براش سخت و دشوار بود در بره حضرت ابراهیم علا نبی و آلهی و علیه السلام اون روز فقط برای بریدن سر فرزندش کمر همت رو نبسته بود بلکه همت کرده بود تا نفس خودش رو بکشه به همین خاطر شیطان بارها و بارها خواست که بهش نزدیک بشه و با وسوسه های مختلفش مانع این حرکت تأثیر گزارش بشه اما موفق نشد تا خداوند تبارک و تعالی چهارپایی رو فرستاد تا اون چهارپا قربانی بشه و ایده سعید قربان امروزه برای من و شما شکل بگیره امروز برنامه بر ملائک ان الله تا لحظات منتهی به اذان ادامه داره خواهش میکنم با ما همراه باشید باز نماز آمده از موقع راز نیاز آمده از گوش کن میشه نبی بانگ از خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است بنشینیم لب ز دعا به سپاریم دل به خدا به سپاریم دمی دل به خدا بوش کن. بوش کن یا تو را میخانه بهترین کار تو را میخانه بهترین, کار. بهترین کار تو را میخانه بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور همه شما مردمان خوب و نازنین جهان خیلی خوش آمدید به بربال ملائکه امروز و تبریک و تهنیت و شاد باش من رو پذیرا باشید از اونجایی که در ایام عید سعید قربان به سر میبریم امیدوارم هر جای جهان هستید در هر نقطه ای از این جهان خاکی که دارید زندگی میکنید حالا احوالات دلتون خوب باشه و البته ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید اینجا شهر مقدس قوم استودیوی کریمه اهل بیت شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام بنده حقیر برادر کوچکتر شما سجاد اکبری ان الله تا لحظات منتهی به اذان ظهر و افق کربلای الله مهمان منازلتون و همچنین نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان هستیم به شرط بقای عمر و حیات بخش رو به اتفاق هم میبینیم برمیگردیم رسما برنامه خودمون رو با کلام خدای تبارک آغاز می‌کنیم بفرمایید خواهش می‌کنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سپاسگزار نگاه های پر از مهر و محبتتون هستم که مثل همیشه پر انرژی دوخته شده به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو دنبال میکنید الحمدلله به خاطر این فرصتی که فراهم شده هر روز دور هم جمع میشیم و قرآن تلاوت میکنیم و بعد میپردازیم به مفاهیم و معارف و معانی و ترجمه های قرآنی عزیزان در صفحه که تلاوت شد آیاتی بود که پرداخته بود به کار زشتی که قوم لوط انجام میدادند که همون ارتباط با جنس موافق یا همجنس هستش متاسفانه علا رغم اینکه در دین و آین های مختلف یعنی حتی اون آین هایی که تحریف شده مذمت کردند دینهایی که قبل از اسلام نازل شدند مذمت شده در این دینها و آین که ارتباطی صورت بگیره با هم جنس اما متاسفانه از اون جایی که انحراف در دنیای ما خیلی زیاد شده در اکثر کشورهای غربی الان این ارتباط آزاد مرده شده و حتی زمینش رو هم فراهم میکنن و ازدواج بین همجنس ها رو به رسمیت شناختن متاسفانه در روایات اومده که شخصی که به این گناه یعنی ارتباط و ازدواج با همجنس خودش مرتکب شده زمانی که وارد صحرای محشر میشه یک بوی در واقع تعفن اون فضا رو فرا میگیره که همه از شدت بد بودن این بو اون مکان رو میخوان ترک بکنن لذا با سرعت زیاد فرار میکنند و پراکنده میشن از گرد اون شخص ان الله تلاش بکنیم که در واقع اون اعمالی که مذمت شده در دینمون و حتی از لحاظ انسانیت هم میشه خیلی ساده متوجه شد که این رفتار به هیچ وجه درست نیستش سعی بکنیم این بد بودنه رو به نسلهای بعد از خودمون بفهمونیم آموزش بدیم که مبادا اسیر این دامهایی بشن که غربی بر اثر بیدینی پهن کردن امیدوارم ما در مسیر هدایت قرار بگیریم و در این مسیر ثابت قدم باشیم برنامه بربال ملائک ادامه داره با ما همراه باشید خب عزیزان خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربال ملائک رو تماشا مشاهده و ملاحظه میفرمایید باعث دلگرمی بنده و همکارانم هم هستید این رو بدونید حتما عزیزان در آستانه عید سعید قدیر به سر میبریم ما به عنوان شیعه وظیفه داریم که هر قدرت و قوت و استعدادی که داریم رو به کار بگیریم برای معرفی قدیر به جهان و جهانیان برای رساندن صدای حق و حقیقت به گوش جهان و جهانیان پس در هر لباسی که در جوامع حاضر میشید بیاید تلاش بکنید برای تبلیغ قدیر اگر معلم هستید معارف والای قدیر رو به دانش آموزان خودتون آموزش بدید اگر نویسنده هستید بسم الله برای قدیر قلم بزنید اجر شما با مولا علی علیه السلام و اگر رسانه ای هستید باز هم بسم الله الان وقتشه که برای تبلیغ و معرفی معارف و مفاهیم قدیر تولید محتوا بکنید این فرصت رو از دست ندید و این رو بدونید که نگاه مولا علی علیه السلام به زندگی های ما هستش قول میدیم به همدیگه که همه قدرت و قوت و استعدادمون رو برای این قضیه به کار بگیریم بخشی رو به اتفاقم میبینیم برمیگردیم الله بیا از ولی الله بپرس کیست الله بیا از ولی الله بپرس مقصد قافله را از بلد راه بپرس پاسخی میدهد دهدت بی حد و اندازه فقط به رکوعی برس و پرسش کوتاه بپرس راز مقبولیت بندگی حق را از اشهد ان علی ولی الله بپرس یازده آینه تفسیر کرامات علی است آخرین آینه پنهان شده از آه بپرس چهارده قرن گذشت و غم مولا جاری است در دلش بغز عمیقی است که از چاه بپرس یوسف فاطمه زندانی بیمهری ماست ابر را پس بزنهی ای منتظر از ماه بپرس ابر را پس بزن ای منتظر از ماه بپرس الهی که به زودی زود چشمان گلاه آلود ما منور بشه به نور پرخیر و برکت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هر جای جهان هستید از هر طریقی بیننده برنامه خودتون هستید خواهش میکنم دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید الهی به حق زهرا اللهم ا یکایک که شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام مجددا خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربار ملائک استهزار دارید که شنبه هست و شنبه ها در خدمت کارشناس محترممون جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی هستیم و استفاده میکنیم از بیانات و مطالب مفید و ارزشمندشون بنا دارم که بدون اطلاف وقت با ایشون همراه بشم تا انشالله فیض اکمل ببریم حاج آقا سلام علیکم وقتتون بخیر در ابتدا اگر سلامی دارید بفرمایید ان در خدمت باشه علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام عرض سلام دارم و از همه طلب دعای خیر دارم و ان جلسه امروز ما مورد رضایت وجود مبارک حضرت ولی الله العظم حجت ابن الحسن العسکری جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره و باعث شناخت بیشتر نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداءهم خب حاج با مبحث شیرین احتجاج دیگه در خدمتون هستیم و واقعا عزیزان بیننده این رو بدونید که خود بنده اینجا که نشستم بی صبرانه منتظر حاج آقا هستم همیشه که این مبحث ها و بحث های در واقع احتجاج رو مطرح کنند و دونه دونه با قرائت عربی و ترجمه فارسی با هم پیش میریم اگر به تازگی به ما ملحق شدید حتما شنبه های جذاب ما رو هم دنبال بفرمایید حاج آقا گوشه جان می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين در جلسات گذشته احتجاج رسول خدا صلی الله علیه واله با پنج گروه رو عرض کردیم که خدمت پیغمبر خدا اومدن و شبهات خودشون و اعتقادات خودشون خدمت حضرت عرضه داشتن و حضرت به یکایک اونها جواب دادن اول یهودیان خدمت حضرت آمدن و عرضه داشتن که اعتقاد ما اینه که عزر پسر خداست بده. و حضرت جوابهایی رو دادن و فرمودن که خب شما چرا عزر رو پسر خدا میدونید گفتن چون تورات رو برای ما احیا کرده زنده کرده حضرت فرمودن خب حضرت موسا که خودش تورات رو برده برای شما پس چرا ایشون رو پسر خدا نمیدانید و حضرت موسا معجزات بیشتری داشته به گردن شما بیشتر حق داشته و شما باید موسی را پدر خدا بلکه بخوانید طبق این منطق شما اگر پیش بریم و اونها مهلت خواستن تا برن فکر کنن گروه دوم نصارا بودن که میگفتن ما ایسا رو پسر خدا میدانیم و حضرت همون جوابی که به یهودیان دادن به اینها دادن بعد فرمودن که خب حضرت موسی هم معجزاتی کمتر از حضرت عیسی نداشته پس چرا شما فقط حضرت عیسی رو پسر خدا میدانید و حضرت موسی رو پسر خدا نمیدانید دانید چه بله. باطلیه که پیش گرفتید و این منطق شما جواب این رو نمیده و دلایل دیگه‌ای که حضرت مطرح کردن و اونها گفتن ما هم باید بریم فکر کنیم راجع این مطلب گروه سوم که خدمت حضرت رسیدن دهریه بودن که اعتقادشون این بود که همه انبیا و موجودات جهان اینا قدیمن و همیشگی یعنی اصلا بودن اینها تا آخر هم هستن نه اولی داشتن نه آخری همیشه بودن و خواهند بود این منطقشون بوده و این جلسه انشاءالله از این به بعد جواب وجود ما که رسول الله صلی الله علیه و آله معصومین رو عرض میکنیم که چه جوابی این گروه دهریه دادن بله ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و آله علی دحریه. امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد اینکه جواب نصارا رو پیغمبر دادن رو کردن به دهریه به بعد فرمودن فقال و انتم فمن فمن الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بد ولها وهي دائمه لم تزل ولا تزال چه چیزی شما رو در واقع بر این داشت <applause> که بگین که همه اشیا از ابتدا بودن و در واقع ابتدایی نداشتن همیشه تو. بودند بله. دائم بودن قدیم بودند بله. و پایانی هم ندارند اصلا ابتدایی نداشتن انتهایی هم ندارند چی شده این حرف که شما این مبنای تفکر دهری است ام. که امروز میگیم ماده گرایان بله بله اینا میگن از اول بوده خود ماده به وجود اومده و اینا از اول بودن هستن بله اه فقالو لانا لا نحکم الا بما, نا نشاهده گفتن ما قبول نمی کنیم مطلبی رو مگیم که ببینیم, ببینیم. پس مبناشون صغره. شد مشاهده مشاهده احسن شد. ولم نجد للاشیاء حدثا ما حدث یعنی اتفاق افتادن اینا رو ندیدیم یعنی که اینا به وجود اومدن فحکمنا به انها لم تزل و بس حکم کردیم که اینا همیشه گیان چون ندیدیم کی به وجود آمدن، حدثشون اتفاق افتادنشون ندیدیم، ما چش باز کردیم دیدیم اونا بودن، بس اینا تا آخر هستن. مم. حکم اینطوری کردیم. ولم نجد لها انقضاء و فنا، فحکمنا بأنها لا تزال. چون که انقضاشون هم ندیدیم حکم کردیم که همیشگی خواهند بود. چون ابتداشون رو ندیدیم، حکم کردیم که همیشگی بودن، از اول بودن. چون انقضاشون هم ندیدیم. حکم کردیم که اینا تا آخر هستن این مبنای تفکر ما و اعتقاد ما فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اف وجدتم لها قدما آیا شما قدیم بودن اونها رو دیدید او وجدتم لها بقاءن ابد الابد یا بقاء اونها رو دیدید تا ابد الابد یعنی شما باید همراهشون باشید دیگه بله. از قدیم تا ابد الابد آیا شما همراهشون بودید که دیدید این مطلب رو فان قلتم انكم وجدتم ذلك ان حظتم لانفسكم انكم لم تزالوا على هيئتكم وعقولكم بلا نهايه اگه شما این مطلب رو بگید باید همراه اینا باشید و این حیاکل شما این اجازه رو به شما نمیده یعنی جسم شما این اجازه رو به شما نمیده که شما از اون اول همراه اینا باشید که تازه میگید اولی هم نبوده اینا قدیمن یعنی از قدیم همراه اینا هستید و تا بلا نهایه هم همراه اینا بودید ولا تزالون کدالک ولا این قلتم هادا دفعتم الایان حضرت میفهمد اگر این مطلب رو بگید برخلاف حس و عیان و ظاهر شما حکم کردید چون شما نبودید و کذبکم العالمون الذین یشاهدونکم همه اون علما و دانشمندان شما رو تکذیب میکنن میگن شما دروغ میگید شما نبود. شما قدیم نیستید که شما خودتون قبول دارید که محدث هستید یعنی یه زمانی نبودید و الان به وجود اومدید و نمیتونید ادعا کنید که ما از قدیم بودیم مهم. و تا آخرم هم هستیم یه داره نمیتونید بکنید قالو بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاءا ابد الابد اینجا اعتراف کردن دهریه گفتن بله ما نه قدم اینها رو دیدیم قدیم بودنشون رو دیدیم نه جاودان بودنشون ندیدیم نه, نه ما نمیتونیم من دیدیم. پس اینجا اقرار گرفتن آه. حضرت رسول احسنتم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی به بان تحكموا بال قدم والبقاء دائما بس چرا حکم, حکم کردید که اینا قدیم, قدیم بودن ها. و بقایشون به صورت ابد میگید جهان قدیمه و تو آخرم هست این چیه لانکم لم تشاهدوا حدوثها و انقضاؤها. شما حدوثش رو ندیدید و انقضاءش نه یعنی کی به وجود اومده از کی تمام شد تمام شد احسن اولا من تارک تمیز لها مثلکم فیحکم لها بالحدوث والانقضاء وال انقطاع لانه لم یشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الابد شما اینطور حکم کردید بلکه باید فلیحکم لها بالحدوث باید حکم کنید به چی به اتفاق افتادنش شما که ندیدید که اینا از اول بودن یعنی قدیم بودن ولی یه وقتی اینا حادثن بس شما حکم کن به حدوث بودنش یعنی چون شما قدیم بودنشو ندیدید ولی چون قدیمشو ندیدید بس حادثه دیگه محدثه بسته اینا انقضا و اینا یه مدتی تموم میشه چون شما جاودان بودنشون که ندیدید لانه لم یشاهد لها قدما ولا بقاء الابد الابد شما نه قدیم بودنشون دیدی نه جاودان بودن حضرت دارن با همون روش خودشون اثبات میکنن یعنی همون مشاهده چون اینجا نه بخون آیه بخونن روایت بخونن اینو قبول هم منطق خود با منطق خودشون حضرت باید صحبت کنن اولستم تو شاهدون اللیل و النهار حضرت میفهمند شما مگه شب و روز رو نمیبینید احد هما بعد الاخر یکی بعد از دیگری میاد فقالو نعم گفتم بله ما شب و روز رو میبینیم که شب که تمام میشه روز میاد روز که تمام میشه شب اینا دنبال هم میان فقالو اترونها لم یزالا ولا یزالان آیا شما اینها رو میبینید یعنی قبول دارید که اینها در گذشته بودن و خواهدم بود مه. یعنی قبل شما شب و روز بوده بعد شما هم شب و روز هست فقالو نه هم گفتن بله ما قبول داریم قبل از ما شب و روز بوده ولی بعد از ما هم هست اینجا یه این مطلب خیلی مهم همینجا اینا اقرار کردن به چیزی که ندیدن چون گفتم ما چیزی رو قبول داریم بعد که ببینیم که ببینیم مشاهده ب... کنیم ولی اینجا گفتن حضرت فرمودن شما قبول دارید که قبل شما شب و روز بوده بعد شما هم هست شب و روز گفتن بله اینقدر قبول داریم فقال اف... افیاجوزو عندکم اجتماع اللیل و النهار حضرت فرمودن که اجتماع شب و روز امکان داره اینکه هم شب باشه هم روز قالولا گفتن اجتماع محاله فقال علیه السلام فاذا فاذن احدهما عن الاخر فیسبق احدهما و یکون و ثاری جانیان بعده قالو کذالکه هو حضرت فرمودن بس یکی بیاد یکی دیگه میره اینا پشت سر هم میان با هم نمیان درسته گفتم بله درسته و هم اجتماع ندارن فقال قد حکمتم به حدوث ما تقدم من اللیل و لم تشاهدوهما حضرت فرمان شما یه اقراری کردید الان یه حکمی دادید یه اعتقادی رو باور دارید که ندیدید و اون چی بود؟ اینکه بدون مشاهده گفتید اجتماع لیل و نهار محاله شما از کجا حرف رو میزنید؟ از کجا میگید محاله؟ برای چی میگید محاله؟ شما گفتید ما چیزی که ببینیم اینکه ندیدید که بس اینا حادثن یعنی یکشون هست یکشون نیست مهم. همیشه نیستن ببینید فلا تنکر لله قدرتا قدرت خدا رو منکر نشید خدا اینا رو ایجاد کرده ثم قال صلى الله علیه و اتقولون علی ما قبلكم من الليل والنهار متناهن ام غیر متناهن آیا شما میگید که قبل از شما شب و روز متناهی هستن یعنی پایان دارن انتها دارن یا ام غیر متناهی یا غیر متناهی هستن یعنی پایانی ندارن فا قلتم حضرت خود جواب میفهمد فا این قلتم غیر متناهی اگر بگید که پایانی نداره شب و روز و کیفه وصل الیکم آخرون بلا نهایتا لعولی چطور آخر شما به شما رسیده آخر شب و روز به شما رسیده که اولی هم نداشت چه جور کجا شما گفتیم ما چیزی که ببینیم رو قبول میکنیم شما که آخر نرسیدید که و چطور قبول میکنید و این قلتم انه متناه اگر بگید که متناهی هست یعنی پایانی داشت فقط کان ولا شیء هم چطور میشه ابتدایی نداشته باشه که پایان داره شما میگید پایان داره اگر پایان داره بس میشه ابتدایی هم نداشت حتما ابتدایی هم داره امه. که پایانی داره قال لهم حضرت به اونا فرمودن اقلتم ان العادم قدیم غیر, غیر محدثه. شما گفتید عالم قدیمه یعنی بوده همیشه بوده از قبل و محدث نیست یعنی به وجود هم نیامده بله. که یه زمان نباشه و انتم عارفون به معنی ما اقررتون به شما معرفت دارید به اون مطلب که حرفی دارید قدیم یعنی چی و به معنی ما حجت تمو و این معنی که دارید انکار میکنید حدوس عالم رو میدونید قالو نعم گفتم بله ما میدونیم چی داری میگیم حضرت بهشون فرمودن که نه شما نمیدونید چی دارید میگید چی جو... قال رسول الله صلی الله علیه و آله فهاد الذي تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض يفتقر بعضها الى بعض يفتقر لانه لا قوام لبعض الا بما يتصل به شما چیزایی که دور و برتون میبینین از این موجودات هر کدوم به چیز دیگه احتیاج داره محتاج یه چیز دیگری هستن همه سه. چیز الا ترى تر البنا آیا مثلا این بنا این ساختمون رو نمیبینید محتاجن بعض اجزاء الى بعض اینا هر کدوم اجزاش به یکی دیگری احتیاج داره دیگه به مصالح احتیاج داره به بنا احتیاج داره به دقت احتیاج داره به نظم احتیاج داره خیلی اجزا به هم دیگه متصلن و به هم دیگه احتیاج دارن و الا لم يتسق ولم يستحکم یعنی این بنا بالا نمیره مستحکم نمیشه اینا همه به همدیگه احتیاج دارن و ك... و كذلك سائر ما ترون حضرت بقیه چیزام هم که میبینید همه همینجورن این اجزا به هم دیگه احتیاج دارن اینجا دیگه وجود که رسول الله دیگه تیر خلاصی رو بهشون میزنه و قال صلی الله علیه واله فاذا فا كان هذا المحتاج بعضه الى بعض لقوته و تمامه اگر اشیاء برای اینکه تمام بشن کامل بشن و قوت داشته باشن استحکام داشت به دیگری احتیاج دارن هو قدیم اینا میشن قدیم چیزی که به چیز دیگه احتیاج داره میشه قدیم خب اگر احتیاج داره این به چیز دیگه احتیاج داره یه زمانی بوده که نبوده چون احت... اون چیزی که سببش بوده اون نبوده بس میشه هوال قدیم نمیشه قدیم هوال قدیم فاخبرونی فا ان لو کان به من خبر بدید اگر عالم اگر اشیا محدث بود کیف کان یکون چی بود صفتشون همه این صفتهایی که الان برای اشیا هست صفتهای محدثه نه صفتهای قدیم و ماذا کانت تکون صفته هون. اگر محدث بودن صفتش و ویژگیاش چیه امام صادق فرمودن قال فبه تو و علمو انهم لا یجدون للمحدث صفت یا بها الا و هی موجودتون فی هذا الذي زعموا انه قدیم هر صفتی که در محدث هست یعنی چیزی که نبوده و از یه زمانی به بعد وجود پیدا بزیده کرده یعنی ابتدایی محدث یعنی چیزی ابتدا داره و انتها داره حضرت فرمودن وقتی وجود مالک رسول الله این سوال مطرح کرد اینا دیدن تمام صفاتی که راجع به قدیم تو ذهنشون بوده این راجب محدثه اصلا صفات قدیم نبوده امه. فو... فوجمو و قالو همگی از روی تعجب گفتن سنن ظروفی امرنا ما باید بریم فکر کنیم بریم فکر کنیم کارمون بررسی کنیم خبر م... آره. حالا این تا این قسمت باشه بله. ممنونم پس یه فاصله میگیر برمیگرد ممنونم از نگاهاتون بخش رو ببینیم برگرد Oh البته وفا بخش رو به اتفاق هم دیدیم بازگشتیم به استودیو بدون اطلاف وقت بنا دارم که همراه بشم با جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی برای بخش دوم کارشناسی این قسمت از برنامه بربال ملائک حاج آقا سلام مجدد در خدمت علیکم سلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و آله علی, علی, علی. علی الثنویته حضرت رو کردن به گروهی که اعتقاد به دو خدا دو خدایی ها الذين قالوا ان نور والظلمه هما هم المدبران کسانی که اعتقاد داشتن نور و تاریکی دو مدبر عالمن دو تدبیر کننده عالمن یعنی دو خدای تدبیر کننده یکی نور یکی ظلمت فقال و انتم فما الذي دعاكم الى ما قلتموه من هذا وجود مارک رو به این ثنویه کردن فرمودن دلیل این ادعای شما چیه بر چه مبنایی این اعتقاد دارید فقالو لانا وجدنا العالم صنفان برای اینکه ما دیدیم در عالم دو گروه وجود داره چیه خیرا و شرا خوبی و بدی, بدی. و وجدنا الخير ضدا للشر دیدیم خوبی ضد بدیه فانکرنا ان یکون فاعلا واحد یفعل الشیء و ضده ما نمیتونیم قبول کنیم که یه فاعل باشه و دو تا کار متضاد انجام بده هم خوب هم بد بل کل واحد من هما فاعل ما به این اعتقاد رسیدیم که هر کدوم از خیر یه خدا داره و بدی هم یه خدا داره الا ترا ان الثلج محال ان يسخن مگه شما نمیبینید که یخ محاله که ایجاد حرارت کنه چون ذاتش چیه سرماست, سرماست و سرما تولید میکنه حرارت تولید نمیکنه کما ان النار محال ان تبرد همینطور که محال آتش سرما بده آتش چی میده گرما میده ذاتش گرما و سوزاندن فاثبتنا لذالکه صانعین قدیمین ظلمتا و نورا ما بر این مطلب ثابت شدیم اعتقاد پیدا کردیم که دو ك... سانه و دو به وجود آورنده قدیم تحت عنوان نور و ظلمت یعنی دو تا خدا داریم به خدای نور و زوران که اینا قدیم هم هستن فقال لهم رسول الله صلى الله علیه و آله افلستم قد وجبتم سوادا و بیاضا و حمره و و و آیا شما سیاهی و سفیدی قرمزی و خدمت شما از کنم سرخی و زردی و سبزی و آبی رنگ های مختلف و پیغمبر شما دن. آیا اینها رو نمی بینید؟ و کل واحدتن ضد دن هر کدوم اینا ضد دیگری دیگه مثلا سرخی ضد آبیه بعضی سیاهی ضد سفیدیه اینا رنگ هستن دیگه لستحالت الاجتماع اثنین من منها, منها فی محل الواحد و محال این دوتا با هم دیگه جا جمع بشن کما کان الحر و <والبردو> ضدین همونطور که سرما و گرما دو ضدن این رنگ هم ضد همه نمیشه یه رنگ بگیم هم آبی هم قرمز هم مثلا سیاه هم سفید هم دوتاییش با هم هست نمیتونیم بگیم اینا ضدن لاستحاله اجتماع فی محل الواحد همونطور که سرم، سرما و گرما زدن و یه جا نمیتونن باشن این رنگ ها هم یه جا میتونن باشن درسته؟ قالو نعم گفتن بله درست حرف شما درست قال فحلا اثبتتم به عدد کل لون انسان ان قدیما بس شما چرا معتقد نشدید برای هر رنگی یه خالق و یه سانه قدیمی هست نگفتید یه خدای قرمز داریم یه خدای رنگ آبی داریم، یه خدای رنگ سیاه داریم، یه خدای رنگ سفید داریم، چرا اینجور نگفت؟ نه که ضد همه. امه. چرا اونجا این حرفو نزدید؟ ما از داد توی آفرین زیاد داریم، مثلا شب و روز ضد همه. بله. یه خدا برای شب، یه خدا برای روز. یه خدا برای محبت مثلا، یه خدا برای نفرت. از داد خیلی داریم. چرا اونجا قائل نشی فقط گفتید که تاریکی و روشنایی لیکون فاعل کل ضد من هاده الالوان غیر فاعل ضد الاخر چون به نظر شما فاعل یعنی ایجاد کننده هر کدوم از این رنگ ها غیر از ایجاد کننده اون یکی رنگ دیگه به نظر شما دیگه قال فسکتو همشون ساکت شدن اون ساده فرمودن جواب نداشتن بدن حرف دید. راست اگه طبق این حرفه و چرا ما مثلا خدای دیگه ای نداریم یعنی شما باید هزار خدایی باشید <applause> چون هزار زد داریم در طبیعت ثم قال و کیف خلت هاذا النور و بعد حضرت فرمودن که چجور امکان داره که نور و ظلمت با همدیگه یه جا باشن چجور با هم مختلط بشن و هذا من طبع صعود نور طبعش چیه بالاست بالایی میل داره دیگه نور و هادهی من طبع حل نزول این طبعش نزول پایین رفتنه لذا شما میبینید چاله ها و چاه تاریکن تاریک بله. اما با آسمان هر چی میریم نوره این طبع, طبع نور و ظلمت بله ان رجلا اخذ شرقا یمشی اله و غربا و اگر دو نفر باشن یکی به شرق بره یکی به غرب بره اکان یجوز و اندکم ان یلتقی یا مادام و سائرین علا وجوه هما آیا امکان داره این دو تا به هم برسن برخورد کنن قالولا گفتن نه چون این داره شرق میره اینم قرب میره. امکان نداره به هم برسن قال فوجب ان لا نور و ظلمه حضرت فرمودن که بس لازم است که نور و ظلمت لا یختلط به هم نرسن چون داره این داره میره بالا میره احسن این داره میره بالا این داره میره پایین نور بالا اینا پایینه مثل همون که یکی غرب میره که شرق مسیرشون مجزا اینا نمیشه به با هم باشن یه جا لذها به کل واحد منهما فی غیر جهت الاخر برای اینکه جهت مخالف همینه فکیف حدث هذا العالم من من امتزاج ما هو محال ان یمتزج. چطور این عالم به وجود اومده از چیزی که امکان نه از خالق خالقانی که امکان نداره با هم یه جا جمع بشن چون نور و ظلمت دو چیز مختلفن چی میشه خداهاشون با هم اینجا جمع بشن این به سمت بالاست این به سمت پایینه طبق مبنای خودشون حضرت دارن بله بل هما مدبران جمیعا مخلوقان بعد تازه شما میفهمه اینا با هم جمع شدن بعد تازه تدبیر کنن تمام عالم رو اینا با همدیگه نمیتونن اینجا جمع بشن بعد چطور میتونن تدبیر چطور کنن. مدبر باشن آه. بعد با هم اختلاف نداشته باشن در صورت که هر کدومشون یه سمت فقالو سننظر فی امورنا گفتن که ما باید بریم فکر کنیم در اعتقاداتمو ببینیم اتقاداتمون درسته لذا در مورد اینکه ما خدایان دیگری نداریم یکی این احتجاج رسول الله که فرمودن این امکان نداره اینها با هم اجتماع کنن دو خدا چون این نظمی که ما توی خلقت میبینیم اینکه همیشه خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب, میکن. غروب این نظم همیشه خدای خدا یه خدا اینو اراده کرده اگر خدای دیگری بود اگر خدای دیگری بود خب این مثلا اراده میکرد که خورشید مثلا از غرب بیاد که ثابت کنه منم خدا هستم دیگه چرا او کاری نکرده اگر خدای دیگری بود چرا پیغمبرانی نفرستاده که بگن ما از خدای دوم هستیم فقط خدای واحد پیغمبر فرستاده لذا این دلیل کاملا باطله همه اشیا همه موجودات همه مخلوقات دلالت بر این دارند که یک خدا دارند و یک آفریننده دارند و اون الله جل جلاله و عظم شعنه هست و ایشون هستند که فقط پیغمبرانی فرستادن آیات و معجزاتی فرستادن که دلالت میکنه که فقط ایشون خالق هستن و ایشون معبود هستن که وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمودن کلمت الله اله الا الله از جانب خداوند متعال حدیث قدسیه کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی کلمه لا اله الا الله حس و قلعه محکم من خداست یعنی کسی که اعتقاد داشته باشه هیچ معبودی جز من خدا نیست و هیچ آفرید آفریدگاری جز من نیست این وارد قلعه من شده کسی که وارد قلعه و دج مستحکم من بشه از عذاب من, در در عذاب من. لذا این اولین شرط توحید که مهمترینش هم هست این ابتدای راه توحیده که ما فقط و فقط خدا رو قبول داشته باشیم خدای احد و واحد و شرط تکمیلیش اینه که فقط هم از او کمک بخوایم ایا که نعبد و, و ایا که تنها تو را عبادت می‌کنیم و, و تنها, از تو یاری خداوند متعال توفیق به همه ما عنایت کنه که اون توحیدی که حضرات معصومین مخصوصا وجود ما که رسول الله خیلی برش تأکید داشتن اونو در کنیم و جزء موحدان واقعی باشیم و با موحدان واقعی عالم یعنی ائمه علیهم السلام محشور بشیم ان شاء الله به برکت صلواتی بر محمد و آل الله اللهم, اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم خیلی ممنونم از لطفتون خداوند به علم و نفس و کلمتون برکت بده ان الله و ممنون و متشکر و سپاسگزارم از نگاه های شما عزیزان قرار هستش که پناه ببریم به سجاده های عشق خواهش میکنم در این لحظات ملکوتی بنده و همکارانم و کارشناسان و محترم رو از دعاهای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید در انتهای این منظومه روزانه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو اللهم اجل ولی کل فرج قسمتی دیگر از برنامه بر بال ملائک شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم خیلی دوستتون داریم بی حد و عدد یا علی مدد